در این قسمت از آموزش میریم سراغ محیط کاری پاورپوینت و میخوایم با این محیط بیشتر آشنا بشیم از سربرگ بالا شروع میکنیم اگه شما با نرم افزارهای آفیس آشنا باشید و حتی یکی از اونها رو یاد گرفته باشید تمام این اطلاعاتی که داخل صفحه وجود داره برای شما آشناست ما قسمت بالا در آسون رو سرچ رو داریم که میتونید از حالت سرچ هم استفاده کنید و در سمت راست ما میتونیم صفحه کاری رو ببندیم کوچیک کنیم یا این قسمت رو زمانی که کلیک کنیم پاورپوینت ما به قسمت پایین منتقل میشه و میتونیم اینجا کلیک کنیم روش تا محیط کاریمون دوباره باز بشه پس با این موضوع آشنا هستیم و این مطالب رو میدونیم که چی هستن بریم سراغ سمت چپ و از قسمت بالا من میخوام کنم رو شروع کنم اینجا میتونیم تمام این تغییراتی که اینجا وجود داشت رو انجام بدیم مثلا صفحه کاری رو کلوز کنیم یا میتونیم آلت به اضافه F4 رو انتخاب کنیم تا صفحه کاری بسته بشه میتونیم مینیمایز انجام بدیم و صفحه کاری به سمت پایین منتقل بشه و با زدن این قسمت صفحه کاریمون کوچیک میشه و دقیقاً کار این ابزار رو برای ما انجام میده حالا با این قسمت کاری نداریم اینجا ما آیکون سیف رو داریم که خیلی کاربرد داره میتونیم کنترل اس رو بزنیم معمولا داخل طراحی پیشنهاد میشه که دستتون روی دکمه کنترل اس باشه مخصوصا طراحی سنگین چرا که نرم افزار بالاخره ممکنه آسیب ببینه و سیستم شما بسته بشه و ممکنه که فایل شما تو خطر باشه و زحمت شما از بین بره پس بهتره که اس رو فراموش نکنید دکمههای آندو و ریدو هم که دیگه برای ما مشخص هستش اگه میخواستیم به عقب برگردیم میتونیم از آندو استفاده کنیم یا کنترل زد اگه خواستیم به جلو بریم و کاری که به عقب برگشتیم رو دوباره برگردونیم میتونیم از ریدو استفاده کنیم و میتونیم کنترل وای رو هم بزنیم پس کلید میانبور ریدو کنترل وای هست و برای آن دو کنترل Z رو که بزنیم کار ما رو انجام میده این قسمت هم حالت اسلاید شو هستش که ما در این قسمت هم بهش میرسیم و در رابطه با نمایش اسلاید ها هم صحبت خواهیم کرد اما اگه شما این ها رو نیاز نداشتید و نخواستید از این ها استفاده کنید یا اینکه اصلا ابزار دیگر رو خواستید اینجا اضافه کنید تا به سرعت بهش دسترسی داشته باشید در اینجا کاستومایز کویک اکسس وجود داره و میتونیم اینجا ابزارهای مورد نظر رو انتخاب کنیم همونطور که مشاهده میکنید آن دو و ریدو فعال هستن مثلا من میخوام ابزار اسپلینگ رو اضافه کنم اسپلینگ برای ما اضافه میشه میتونیم اونو مخفی کنیم یا اگه این ابزارها رو نخواستید مور رو انتخاب میکنیم و وارد ابزارهای دیگه پاورپوینت میشیم و اینجا میتونیم ابزارها رو انتخاب کنیم حالا اینجا ابزارهای پرکاربرد هستن اینجا ابزارهایی هستن که داخل ریبون وجود ندارن ریبون این قسمت هست که مشاهده میکنید و در قسمت بعدی آل کامنز را انتخاب کنیم تمام ابزارهای محیط پاورپوینت اینجا ظاهر میشه و ما میتونیم از تمام ابزارهای محیط پاورپوینت به این صورت استفاده کنیم هر کدوم رو که خواستید میتونید مثلا روش کلیک کنید اد را بزنید در این قسمت اضافه میشه یا اگه نخواستید ریموو بزنید و به این صورت پاکش کنید ما میتونیم ریست رو هم انجام بدیم ریست تمام تنظیمات یا ریست تنظیمات بخش کویک اکسس مثلا من این قسمت رو اضافه کنم الان این قسمت کویک اکسسمون تغییر کرد ما این قسمت رو که بزنیم دوباره تنظیمات به حالت اولیه برمیگرده و این قسمت بالا به حالت اولیه برمیگرده و اگه این قسمت رو بزنیم تمام تنظیماتی که روی پاورپوینت انجام دادیم از بین میره و به حالت اولیه برمیگرده پس ما با این قسمت آشنا شدیم در این قسمت حالت سرچ رو هم داریم ابزار مورد نظر رو میتونیم سرچ کنیم برای مثال من اسپرین رو که سرچ کنم در این قسمت ظاهر میشه من میتونم ابزار رو انتخاب کنم پس دسترسی آسون بعدی این قسمت هستش میتونیم ازش استفاده کنیم ما اینجا میتونیم روی ابزار راست کلیک کنیم در این قسمت به کویک اکسیسمون اضافه کنیم همونطور که مشاهده میکنید ابزار به این قسمت اضافه شد و دیگه این قسمت غیر فعال شده و نمیتونیم این قسمت رو دوباره انتخاب کنیم ما اینجا راحت میتونیم راست کنیم و اونو از بین ببریم و اینجا دیگه وجود نداشته باشه پس ما ابزار های ریبون رو میتونیم خودمون هم انتخاب کنیم و به قسمت فوقانی منتقلش کنیم پس با زبانه بالا ما کاملا آشنا شدیم میریم سراغ تب هایی که اینجا وجود داره ما تب های مختلفی داریم که میتونیم از این تب ها استفاده کنیم و کارهای ویرایشی رو روی فایل اسلایدمون انجام بدیم میتونم بگم یکی از مهمترین ابزارها و تب هایی که داخل پاورپوینت و در مفصار های آفیس وجود داره تب هم هست که ما کارهای بسری و متنی رو بیشتر داخل این زبانه انجام میدیم قسمت این معمولا اشکالی رو به شکل ما میتونیم اضافه کنیم مثل شکل های مختلف مثل آیکون های مختلف مثل اسمارت آرت ها رو میتونیم اضافه کنیم و ازشون استفاده کنیم قسمت درا هم که کار ترسیمی رو میتونیم انجام بدیم قسمت دیزاین کارهای دیزاین هستش و میتونیم مثلا نوع نمایش اسلایدمون رو مشخص کنیم که به چه رنگی باشه و رنگ خاصی رو به اسلایدمون ارائه کنیم همطور که مشاهده میکنید رنگ اسلایدمون عوض شد حالا به مرور زمان با اسلایت های دیگه آشنا میشیم و با تب های مختلف بیشتر کار میکنیم تا روی اونها مسلط بشید پس این قسمت زبانه های مختلف هست که مثل یک گروه بندی میمونه ما ابزارهای مرتبط رو داخل یک زبانه خاص قرار میدیم ما داخل هر زبانه همونطور که مشاهده میکنید یک مجموعه ابزاری داریم که به این قسمت ریبون میگیم پس این قسمت برای ما ریبون هستش و ابزارهای هر زبانه داخل این قسمت قرار گرفته هر کدوم از این ابزارها کنار همدیگه یک گروه رو تشکیل دادن پس داخل هر ریبون ما ابزارهای مرتبطی داریم که خودشون هم اومدن داخل گروه بندی خودشون و هر کدومشون با خط توسیرنگ جدا شد همونطور که مشاهده میکنید این قسمت مجموعه ابزارهای کلید برد هستش این قسمت مربوط به اسلاید هاست و این قسمت مربوط به فونت هاست پس ما فونت اسلایدمون رو در این قسمت میتونیم تغییر بدیم پس با گروه بندی هر زبان هم آشنا شدیم و یاد گرفتیم که گروه بندی چی هستش قسمت فایل قسمت مهمی هستش که کاملا از محیط تب هایی که وجود داشت ما خارج میشیم پس زبان فایل کاملا متفاوت هست نسبت به زبانه های دیگه ما فایل که انتخاب کنیم وارد محیط جدیدی میشیم که اینجا میتونیم یه دونه صفحه خالی میتونیم برای خودمون به وجود بیاریم و صفحه خالی رو انتخاب کنیم تا اسلاید خالی برای ما به این صورت به وجود بیاره الان وارد پاورپوینت شماره دو شدیم و در این قسمت پرزنتیشن شماره دو رو مشاهده میکنیم این سراغ حالت قبلی ما در این قسمت پرزنتیشن شماره یک رو میبینیم و اطلاعاتمون داخل این اسلاید دیده میشه میریم سراغ فایل و ما اینجا میتونیم مورتمز رو بزنیم در این قسمت تم های مختلفی وجود داره که ما اینجا میتونیم سرچ کنیم و تم مد نظر رو انتخاب کنیم در این قسمت میتونیم نام مورد نظر رو یادداشت کنیم و تم مورد نظری که داخل پاورپوینت آماده هست رو سرچ کنیم و از تم های آماده هم استفاده کنیم وارد فایل میشیم پس قسمت هوم این کار رو برای ما انجام میده اینجا فایل هایی که قبلا استفاده شده رو ما مشاهده میکنیم در این قسمت هم فایل های پین شده رو میتونیم مشاهده کنیم و این قسمت هم دسترسی آسان برای ماست ما در قسمت نیو میتونیم همون تم جدید رو انتخاب کنیم یا صفحه سفید و خالی رو انتخاب کنیم قسمت اوپن میتونیم فایلی رو وارد کنیم قسمت اینفو اطلاعاتی در رابطه با فایلمون تعداد اکسلش سایز و مابقی اطلاعات میتونیم اینجا به دست بیاریم قسمت سیو و سیو است که برای ما کاملا آشنا هستش قسمت پرینت مربوط به تنظیمات پرینت که ما در ادامه بهش میرسیم الان پیشنمایشی از اسلاید ما رو داره نشون میده این قسمت قسمت شیر اکسپورت و کلاس است که با این قسمت رو فعلا کاری نداریم اینجا اکانت ما رو نشون میده و در این قسمت میتونیم وارد آپشن بشیم و تنظیماتی رو داخل در افزار پاورپوینت انجام بدیم مثلا این قسمت همون قسمت تنظیمات کویک اکسس هست و ما اینجا میتونیم تنظیمات این بخش رو داشته باشیم حالا به مرور زمان در طول آموزش با این بخش ها بیشتر آشنا خواهیم شد پس ما با قسمت هم هم آشنا شدیم و زبانه هم رو یاد گرفتیم در قسمت بعدی از آموزش میریم سراغ تنظیمات صفحه نمایشمون و با صفحه نمایشمون هم بیشتر آشنا میشیم